امروز شنبه بغل سطل آشغالی ولاگ رو شروع کردیم. قراره بریم پیش امینینا اجرای آداب نوور، اجرا که نه، تمرین آداب نوور با ماهان عزیز. یو دیگه اولین ولاگ دیگه، راضی باشیم. الان رسیدیم زمانش اینجا سوار شدیم با ویو ابدی. یا ودیو بگیریم بچه. یه پیره مردم آج واقعا یه سکسی دارم الان با این. یو تو مترو ایم داریم سمت علینا حرکت میکنم. اینو اینا رو با تو بگیم، نمیدونم چه دارم من میگم، ولی خب انیوی آره خب عجیب. یه رجوع دیوایی صرف بزنیم حالی که تو مترو ایم. برای که تو مترو ایم رو راجع به دیوایی صحبت کنیم. ببین راجع به چی صحبت کنیم؟ دیوایی دیدی کلن؟ چه تا قسمت دیدی؟ قطعا امین توش هست، قطعا دیدم. خب من فقط آخر امین رو دیدم به جز فینال. فینال رو میشستم قطعا امین رو دیدم، ولی خب در جریان یه سری مباحث های دیگه هم بودم. مثلا هم چه لحاظ داورا چه اینا کلان میدیدم مثلا چه اتفاق میفته. خواستم ببینم مثلا طرفدار اون ور مثلا فرمتشون چه شکلیه، میدونی چی میگم؟ و کلان همچین فرمتی داشت. بعد آره تو خودت چی؟ تو من راجبش صحبت کردم زیاد، ولی الان از یه زاویه دیگه نگاه کنیم چون بعد قهرمانی همینه. اصلا بذار اینجوری بگیم، دید مردم حاجی نسبت به موسیقی راک خیلی هنوز عقبه. آره ببین یه سری ها خب دمشون گرم متوجه شدن که امین داره چیکار میکنه، با صداش آشنا شدن، ولی اینکه یه منتقد پاپ هاجی، منتقدای پاپ اومده بودن میگفتن امین کسی که فقط داره جیغ میزنه عربده کشه و اینا، هاجی اصلا متوجه اینا من نمیشه. خب ببین توی الان بچه‌های کسایی که مثلا گوش میکنن زیر پست‌های امینم، حالا بعضی‌هاشون واسه چرا اومدن گفتن داداش تو رو چه به پاپ خال تو فلان اینا، من دیدم اینا رو. آره ولی کلا به نظر من اینجوریه که الان مردم اون چند وقت، مخصوصا از موقعی که این داستانای ایران پیش اومد، یه موجی تو ایران به وجود اومد. نمی‌دونم کسایی که مثلا میگن دارین عادی سازی می‌کنن، یارو مثلا در جریان نیست، مثلا کل اون کانتست مثلا قبل این داستان ها ضبط شده فلان شده. بعد خب مثلا توی که داری میگی امین مثلا چرا رفته تو پاپ، چه حال تو مثلا میدونی توی آره. چند وقت که این همه مدت داره کار میکنه، دوتا ساپورت درست نکردن، موزیکاشونو میشینه تو تلگرام گوش میکنه چه حال. بعد مثلا برمیداری میگی که داری خالتون میخونی ما صدای خود فلان آجیب، نگاه کن اینا چرت و پرته. بعد از اون برم طرف داری مثلا سبک پاپ اومدن گفتن آره این فقط جیغ کشیده حق برندشان نره. بابا اون سب کندن سخت، طرف لیول کلیون انگار گذرونده. آره لیول کلیون طرف گذرونده. بعد میدونی دیگه رسیده به اونجا که میخواد چیکار، چون اگه واقعا فن امین باشن مثلا اینجوری باید ببینن داستانه که مثلا طرف اول لینکین پارک فن بوده، بعد مثلا هنوز هم هست، بعد مثلا چستر رو خیلی دوست داره، آیدلشه، واقعا کلیون رو گایده دیگه. آره یعنی این که مثلا میگن بهش چرت و پرت میگن مثلا واقعا میکسنس میکنه. بعد اصلا جدا از اون حتی داورا رو زرنگاییدن حاجی، کامنت های عجیب غریب مثلا حاجی، حتی به بچه سوگندم رحم نکردن، یعنی یه جوری زدن که بزنن. و کلا مردم دهنولی داریم ما. آره متاسفانه هرچی دوست دارن میان میگن، مثلا اصلا من براش مهم نیست طرف تو چه مودیه، تو چه مودی نیست، چی داره اصلا میگه. میدونی من یه اصطلاحی دارم میگم اول شاشتو قرقره کن بعد گوه بخور. اینا دقیقاً همون کانسپت دقیقاً داره، میدونی چی میگم؟ آره چه فرمتی داره و داره دیگه. اینجوری این چیزی بود که دیدم، اینجوری هم که اصلا نات کول میدونی با حال نبود واقعا. خب همچین دستانی دارم، شعور سوشال میدیا رو هنوز خیلی ها ندارن متاسفانه هاجی. من هم هاچی سر همین حتی فوش خوردم، یه منی که مثلا کانتنت دارم فقط درست میکنم سر اینجور چیزا فوش خوردم. ولی خب سینه ای که حالا ما خودمون این بار ساختیم، خوشبختانه بچه ها ساپورتیو بودن. آره و کسی نمیاد پست و شیر بگیره. کامنتی که تو تشکیل دادی ساپورتیو هم. آره خوشبختانه شعور اینو دارم، ولی خب کسایی که هم من میشناسم تو میشناسی جلوی همین خم و راست میشن پشت سرش حرفای شیر رو زیاد میزنن. خال به همین میگن خال تور، صحبتی ندارم اینجوریام که سم قشن. ولی امینو ببینن خب میدونیم دیگه، تو زانو آقا امین آقا امین میکنن. آقا هم حالا نمیخوام زیاد فوش بدم و اینا یا سند چیز عجب غریب بگم، ولی حالا منو تو میشتسیم، ولی خب کسی نمیشتسیم. نه
ولی خب رو هم معلومن کیانه، سرچ بزنن معلومن کیان. یکم بچه بشینن پاشن متوجه میشن کلن. باید این دستانه بشین نگاه کن، پاپ فنا یه بر افتادن، کسان که مثال گوش کن یه بر افتادن. باید نگاه کن موقعی که یه چیزی تو حالا نه موزیک، تو هرچی مثلا طرف میاد دیگه سمبولش میکنه واسه خودش، واسه خودش بود درست میکنه به قولن، درست چی میگم به قولن تقدیس سازی. آره مثلا طرف غیرت انگار داره روی این سبک، طرف اگه از این بود خارج شه با فلانش حاجی این خیال یارو یه بار داری مثلا، حالا امین نه همه داریم یه بار زندگی میکنیم. این که بخوای تو خودتو فورس کنی روی داستان، خودتو بخوای توی یه دایره قرار بدی که محدود کنی خودتو، واقعا به تهش یعنی تهش دو نفر مثل من رو تو شب بگن یارو آدم پوزشیریه. تازه میدونی هیچ گلی هم بیاری نمیگم من خیلی خوبم یا تو خیلی خوبی، ولی تا جایی که تلاش یعنی تا جایی که میتونیم زور رو میرسیم سعی کنیم این داستان رو هندل کنیم، میدونی چون خیلی مهمه این داستان فرهنگ سازی. تا همین چند وقت پیش ملت ایران فرهنگ خیلی چیزا رو نداشتن، نه حتی خودم نمیگم من دارم، آره خودمون همین بودیم، آره چون تو اون محیط بزرگ شدیم. دقیقاً یه همچین داستان فرماتی وجود داره دیگه، اینجوری بود. یه نکته هم که هست اینه که یادم رفت بذار یکم فکر کنم. امین الان ژانر متال رو یه جوری معرفی کرده به مینستریم ایران، یعنی از پدر بزرگ مثلا یه نفری توی روستایی یه جورایی الان آشنا شده با اصلا اسم ژانر متال. حالا نه اینکه توی دیوایس خوب ندیدن این ژانر چی جوریه، ولی حداقل آشنا شده با اسم این داستان. یه جا مثلا یکی بگه متال دوست داره ببینه که حداقل چی جوریه، فازشو بتونه بگیره یا نه. این خیلی کار بزرگیه، اینکه تو اصلا اسم چیزه رو اصلا با هر طریق معرفی کنی به آدمایی که هیچ میدونی هیچ چیزی با این داستان نداره. دقیقاً این داستان تو یوتیوب هم هست. ببین ما الان 3 سال 4 سال دیگه، خیلی 4 سال دارم خیلی زیاد میگم، آره بخوام خیلی درست بگم 3 سال یوتیوب، خیلی از آدما میرن یوتیوب. خب تا قبل از اونم باز فرهنگی رو تو اینستاگرام طرف نگاه میکرد، این هی داره میره مثلا طرف موزیک تو اسپاتیفای گوش نمیکرد، تو اپل موزیک گوش نمیکرد، چه میدونم تو پلتفرم گوش نمیکرد، میرفت تو تلگرام دانلود کرد، از طریق بات دانلود میکرد. میدونی داره یه فرهنگ سازی داره به وجود میاد، داره این داستان جلو میره که واقعا داستان باحالی هم هست. آره مثلا طرف با اسپاتیفای آشنا، با اپل موزیک آشنا، با چه میدونم تایدال بود، آره با تایدال و اینا چون تایدال دیزه، آره با همه اینا میدونی طرف آشنا داره کار میکنه، طرف میره یوتیوب میچرخه. الان بیشتر من داداش کوچیکم بیشتر تو یوتیوبه، یعنی کل وقتشو تو یوتیوب میگذارم. به نظر من یه دانشگاه فریه یوتیوب. آره دقیقاً. و خیلی واسم باحاله که دیگه همه مثلا اپروچ میکنن سمت یوتیوب، مثلا داستان وارچک میکنن، اینا خیلی باحاله. یه کامنتی تشکیل میشه، حالا یکی گیمه، یکی موزیکه، یکی ریاکشنه، یکی میدونی داستان چجوریه. بچه ما میریم که یکم موزیک گوش بدیم که برسیم و بریم پیش امین اینا. یو بگیریم؟ سمت استودیو سفت داریم، میریم سمت امین و میریم خیلی رنده ایه. اونسایی که فقط اجرای امین رو تو دیوایس دیدن این اپیزود رو حتما نگاه کنم. آره ببینید چه گولیه. Let's fucking go man. از اونجایی که ساله نمیتونه دوربین درست بگیره من دارم میگیرم، ببخشید اگه دارید چیز میکنید. آره بچه هایی که به امین میگن عربده میکشه تو دیوایس، این اپیزود رو ببینن اینجا رو. آره واقعا صدای نستی داره حاجی، ولی لوکیشن اصلا خیلی لوکیشن خفنیه. آره بذار برای بچه ها بگیرم. واقعا جای ساله جان یه رخ نمیدی گنگ ساین. خب دیگه ما داریم نزدیک میشیم به استودیو. آها راستی اینفانت این هلیلیدر اینفانت این هلیلیدر اینفانت این هلیلیدر دوست این فن این هنی لیدل ویدیو آخر دیده باشید نمیدونی. آره این فن این هنی لیدل نمیگیره هیچی، زبون هم بعضی وقتا میگیره. یاد چی بود اون بنده بود اسلام اکسترنیشن دیسمبرمنت
What the fuck man, این چه اسمیه؟ اسمای کسیشیر، اسمای کسیشیر. خب بچه تو استودیو دیگه صداشون داره میاد، زنگ بار زنگ آینا بودیم بود بله هم فکر این نبو یو، ساری ویل از امین امین، نه آت آف نور What are you looking for? Metal bands. No. Damn. The other side or you look at drum and bass? Yeah. Drum and bass is fourth floor. Fourth floor. Oh, yeah. Okay. بچه ما ریدیم بعد سه دیدم داشتم زن ویدیو هم باشه رو ایارو داشتم واقعا سمی بود بله نه نه تجربه شد تجربه شد بگیر رای گوری زنگ نزدیم حتی یو همین صبح رای گوری داشتیم پایین زنگ میزدیم اجرای یکی نابود شد همین جان یه رخ آره نمیتونه ادیت کنه داری میگیری چیو؟ داری ولگ میگیری خوش اومدی صحبتی حرفی حدیثی نیست خوش کرده لیست روخ روخ کرده لیست روخ تو چرا نمیزنی؟ من دستم آسیب دیده سلام جلسه بعدی بیان از من بگم یه شات کامل فرست رو بگم Come on.
بچه ها خسته نباشید، ترکونید، خسته نباشید، یمین مخلصم. بعد از این مدت طولانی بودش که امشب داشتیم دوباره گروهی تمرین کردیم. یه سروش ترکوند، سروش همیشه میترکوند، سروش بوم. ما عادت کردیم به ترکوند. دمت گرم بازم ساله اومدی. دمت خودت گرم اینجا. تبریک میگم بازم ترکوندی. حمایت کنین از بچه هایی که متال هدن و متال کار میکنن، نه ماها، افرادی مثل ساله که دارن کمک میکنن این کامیونیتی بهتر بشه، بزرگتر بشه، پیشرفت کنه. مرسی دمت گرم. یو برای اون دیگه تمامه، باز من دارم صحبت میکنم، نمیدونم چرا تا ویدیو بعدی بودی که خوب گوش کنید.